به نام خدا. سلام بر شما، وقتتان بخیر. به بسته معلوماتی از کانال خبرساز با من شریفه قاسمی خوش آمدید. بانوان تاریخ ساز، 10 زن افغان که اولین ها در عرصه های کاری خود بوده اند. در افغانستان با وجود مشکلات و محدودیت های سنتی برای زنان، بانوان بوده اند که با پذیرفتن خطرهای فراوان توانسته در دوره های مختلف برای اولین بار در پوست های دولتی و غیر دولتی کار کنند و خوب بدرخشند. بارها زنان در مقام های وزارت، نماینده مردم در پارلمان، ولایت و حتی شهردار کار کردند. شاید همین تلاش های نفذگیر و پذیرفتن ریسک های بزرگ در یک جامعه به شدت سنتی و بسته سبب شده است که امروز زنان به عنوان یک واقعیت غیر قابل انکار در تمام بخش ها، به ویژه در عرصه های سیاست و حکومتداری پذیرفته شدند. نخستین وزیر زن خانم کبرا نوروزی، متولد سال 1932 در کابل، نخستین وزیر زن در افغانستان بود. کبرا از لیسه ملالای فارغ شده، او بر علاوه تکمیل آموزش های عالی در رشته ساینس در کابل، در فرانسه مقاطع تحصیلی دیگرش را دنبال کرده است. خانم کبرا به عنوان وزیر صحت افغانستان کار کرده است. کبرا نوروزی نخستین زن افغان است که عضو کابینه محمد هاشم خان میوندوال صدر اعظم وقت افغانستان بوده است. نخستین والی زن خانم حبیبه سرابی نخستین والی زن در افغانستان است. خانم سرابی از چهره های سیاسی جدی کنونی افغانستان و از ولایت غزنی است. حبیبه سرابی از دانشگاه علوم طبی کابل فارغ شده و چند سال در این دانشگاه به عنوان استاد نیز کار کرده است. خانم حبیبه سرابی در سال 1384 از سوی رئیس جمهور کرزی به عنوان والی بامیان انتصاب شد. او اکنون معاون شورای عالی مصالحه افغانستان و از مشاوران دکتر عبدالله رئیس اجرایی می باشد. نخستین شهردار زن خانم عذرا جعفری نخستین است که به عنوان شهردار یکی از ولایت‌های افغانستان کار کرده است. خانم جعفری تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته قابلگی تا سطح لیسانس ادامه داده و در سال 2008 توسط حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به عنوان شهردار ولایت دایکندی انتخاب گردید. نخستین رئیس دادستانی زن خانم ماریا بشیر مکتب را در لیسه عایشه دورانی خوانده و در سال 1991 از رشته قضا و سارنوالی دانشکده حقوق دانشگاه کابل فارغ شده است. خانم ماریا بشیر نخستین رئیس دادستانی زن در افغانستان بود. او به عنوان عضو مسلکی سارنوالی تحقیق جرایم برای مدت 3 سال در دادستانی کل کار کرده است و سپس به ولایت هرات وظیفه گرفت تا اینکه در سال 2006 به عنوان رئیس دادستانی استیناف ولایت هرات شروع به کار کرد. انتخاب او در این پست امیدواری های زیادی را برای زنان در افغانستان به وجود آورد. نخستین خلبان زن نیلوفر رحمانی نیلوفر رحمانی متولد سال 1370 خورشیدی در افغانستان است. او با جسارت و تیزهوشی که دارد توانست در سال 2010 وارد دوره آموزش خلبانی نیروهای هوایی افغانستان شود. خانم رحمانی در سال 2012 با درجه افسری از دانشگاه در آمریکا فارغ شد. او زیباترین خلبان زن جهان شناخته شده و برنده جایزه زن شجاع از وزارت امور خارجه آمریکا نیز شده است.
خانم رحمانی اکنون در بخش نیروی هوایی ارتش کار می کند. نخستین بانوی شایسته روبیکا صدیقی نخستین بانوی شایسته در افغانستان است. او در سال 2001 با شرکت در فستیوال کشورهای آسیایی در شهر مسکو به عنوان مقبول ترین دختر آسیایی در بین 10 کشور آسیایی و 17 فرد شرکت کننده انتخاب شد و در جایگاه اول قرار گرفت. نخستین گوینده زن لطیفه سراج نخستین بانی افغان است که برای نخستین بار صدایش از رادیو افغانستان به عنوان گوینده خبر پخش شد. بانو سراج دختر سردار عنایت الله خان فرزند ارشد حبیب الله خان می باشد. خانم سراج تا سال 1358 در افغانستان به عنوان گوینده خبر کار کرد و سپس به آمریکا پناهنده شد. او در امریکا نیز به عنوان گوینده در بخش فارسی رادیو صدای امریکا برای 10 سال کار کرده است. نخستین تاکسیران زن سارا بهایی نخستین بانویی است که در افغانستان به عنوان راننده تاکسی کار می کند. او 40 سال عمر دارد و در کنار استادی در مکتب روزانه چندین ساعت در شهر مزار شریف تاکسی رانی می کند. سارا نخستین بانوی است که در سخت‌ترین شرایط در افغانستان بزرگترین ریسک را کرده و مانند صدها مرد که شغل تاکسیرانی دارد اقدام به این کار کرده است. نخستین بانوی مدال آور سمیه غلامی سمیه غلامی نخستین بانوی مدال آور در افغانستان است. بانو غلامی عضو تیم ملی تکواندوی افغانستان توانست که در مسابقات جنوب آسیا مدال طلا را کسب کند. این بانوی تکواندوکار اولین بانویی است که از مسابقات بیرون مرزی در رشته ورزشی تکواندو برای کشورمان مدال طلا گرفته است. نخستین زن خبرنگار در افغانستان اسما رسمیت ترزی نخستین زن خبرنگار در افغانستان است. تحصیلات خود را در خارج از افغانستان به اتمام رسانیده بود. خانم ترزی به حیث مدیر مسئول نخستین نشریه زنان افغانستان در سال 1921 به نام ارشاد نسوان اقدام کرد. تشکر از این که ما را تا پایان دنبال کردید. برای حمایت از ما چینل را سابسکرایب نموده زنگوله را فشار دهید. تا درود دیگر خداوند نگهدارتان باد.